به فصل خزان در نبینی درخت که بی برگ ماند ز سرمای سخت، برآرد تهی دست های نیاز، ز رحمت نگردد تهی دست باز. همه طاعت آرند و مسکین نیاز، بیا بده تا به درگاه مسکین نواز. چو شاخ برهنه برآرین دست، که بی برگ از این بیش نخونش است. ما چقدر فقیر باشیم تا کی خون جگر بخوریم؟ تا کی غم و غصه و غصه روزگار چهره ما رو خط بندازه و به سبب این غصه ها با هم تلخ باشیم؟ کی باید خوب بشیم بالاخره؟ کی باید خوب بشیم؟ و چطور میشه خوب شد؟ چطور میشه آدم دلش پر از شادی حقیقی بشه؟ پر از نور معرفت بشه؟ پر از هنر و زیبایی بشه؟ چه کار بکنیم؟ کار عملیش چیه؟ حالا بعضی میگن که مسائل کلی خب خوبه، آدم تعلیماتی میگیره، ولی عملا اولین قدم چیه؟ ما چه کار بکنیم؟ از کجا شروع بکنیم که بریم به عالم خوبی؟ مگه همه شما عاشق خوبی نیستیم؟ هستیم دیگه. یه آدم خوب که دیدیم همه حظ میکنن، از خوبه دیگه. آدم خوب چرا ما خوب نباشیم؟ چرا ما همون آدمی نباشیم که آرزو میکنیم که دیگران باشن؟ چرا آرزوهامون رو جلوی چشمون نذاریم و بر اثر همون آرزوها بریم برسیم به اون آرزوها؟ این همه انبیای اعظم که آمدن، اولیا آمدن، اصفیا آمدن، شاعران آسمانی آمدن، اینها همه دعوت کردن ما رو که شاد باشین، خوش باشین، راهش هم نشون دادن. چرا ما انقدر بی خبر موندیم؟ چرا کنار گنج از گدایی باید بمیریم ما، در حالی که همه چی داریم؟ هم راهنمای خوب داریم، هم کتاب خوب داریم، هم استادان خوب داریم، هم زمان داریم، وقت داریم، امکانات داریم. چرا همت نکنیم و به یه جای خوبی برسیم؟ امشب میخوام یه چند کلمه درباره اخلاق که پایان همه تلاش های انبیا اخلاق دیگه، انی بوئست و لعتم من مکارم الاخلاق، من برای مکارم اخلاق اومدم، مبعوض شدم برای این که شماها به مکارم اخلاق برسین. پس ایستگاه نهایی همه تعلیمات دینی اخلاقه. من ندیدم در جهان جستجو هیچ اهلیت به از خلق نکو، هیچی بهتر از خلق خوب نیست، و هیچ نشانی برای ایمان بهتر از خلق خوب نیست. مثلا میخوایم ببینیم کی با ایمان تره. حدیث داریم که افضل مردم در ایمان اونیست که اخلاقش بهتره. از حضرت مولا پرسیدن که مرگ چیه؟ نگفتن مرگ مردن عجل، اون که حادثه مهمی نیست، مرگ بالاخره ما سالک الله هستیم، باید یه جایی هم تجربه بکنیم. یه جسمی به ما دادن، اینو میگیرن یه چیز دیگه میدن، مشکلی نداره. اصلا مرگ ما نمیدونم چرا این شیطان این چیزو ایجاد کرده در دل ما، ترس و هراس مرگ رو شیطان ایجاد کرده. اصلا مرگ به معنی نیستی از مخترعات شیطان. شیطان نه که خیلی حسوده، هیچ نمیخواد شما خوش بهتون بگذره و دلتون شاد باشه. به هم جد اولین خبر بدی که براتون میاره میگه تو فکر نکن هر کار میخوای بکنی بکن، میمیری بعدن. بعدن چی میشن؟ بعدن چی؟ بعدن هم بگه هیچ. گفتش که من یحیی العظام و هی رمیم، کی میخواد این استخونهای پوسیده رو زنده بکنه؟ هیچکی. بنابراین هر حرص و آزی داری همینجا، هر چی که ما هر کار میخوای بکنی بکن. وقتی این خبر بد رو میده، در واقع این خبر سرچشمه همه بدی ها میشه.
وقتی آدم دستش کوتاه میشه از ابدیت فکر میکنه پس ما اینجا ملعبه دست روزگار هستیم، 4 روز اومدیم، حالا پس فعلا که 4 روز اومدیم بعدم میریم دیگه، خبری هم نیست که با کسی هم حساب و کتابی نداریم که بعدش. اون وقت این خبر من تعجب میکنم که چطور ممکنه آدم با این خبر بعدش بتونه لذت ببره دیگه از هیچی. حرص و آز هم که بزنی بالاخره بعدش باید بمیره آدم دیگه، چه لذتی میتونی ببری؟ شمس تبریزی میگه من عجبم میآید از مردم که بدون اون بشارت چجوری خوشن. مگه آدم روی جهالت و بیخبری خوش باشه؟ آدمی که خبر بزرگ زندگیش اینه که تو میمیری، حالا یا فردا یا پس فردا یا 10 سال دیگه یا 30 سال دیگه یا 50 سال دیگه فرقی نمی کنه، اگر 100 سال مانی بر یکی روز به باید رفت از این کاخ دلفروز. عدد که مهم نیست، چند میلیارد بار این زمین دور خورشید گشته، بنابراین چند میلیارد هم میگذره دیگه، 50 سال که زودتر میگذره، 100 سال میگذره. من 50 سال پیش 10 سالم بوده، ما مرحوم پدر این طرف اون طرف میرفتیم، شبای جمعه چایی میدادیم به خلق الله و شبای جمعه ایشون جلسه داشتن اداره میکردیم، من مأمور چایی بودم اونجا. یه نگاه بکنی 50 سال میگذره. حالا فرض کن 50 سال دیگه هم خدا با آدم عمر بده که حالا نده، برای اینکه همش خون جگر و سختی و مشکلاته، چه فایده میکنه؟ اگه اون خبر نخورده به گوش شما، اگه اون خبر بزرگ که انبیا آوردن، اینا آوردن که برای که دلت خوش بشه، که خون جگر نخوری، هم حالت خوب بشه هم دلت خوش بشه. نبه برگزاری هست تو دنیا، این همه خبر میارن، این آمد اون رفت، اینجا چنین شد اونجا چنان شد، اینا هیچ خبر مهمی نیست. یه نفر به اینا رو نمیگن نبی، اما یه نفر اومده میگه خدا هست، قیامت هست، این خبر مهم، اینه معلوم میشه. بقیه خبر مهمی نیست. اگه این خبر تو تصدیق نکنی، این خبر تصدیق نکنی، بقیه خبرها دیگه چه اهمیتی داره؟ چه اهمیتی داره بقیه خبرها؟ همه بیفایده هست، دل آدم باز نمیشه که. مثل که تو زندان یه نفر اعدامی که 2 روز بعد معلومه، 2 روز بعد 3 روز بعد بخوان اعدامش کنن، مثلا یه چک 1,000,000 دلاری بهش بدن بگن اینو شما اگه بخواین چیز بکنی داشته باشین بر خود، کوچکار بکنم اینو. واقعیت اینه دیگه. ما اون داستانی که در کلیل و دمنه خوندیم که یه مردی از پیش شتر مست، شتر خشمگین فرار کرد. شتر وقتی عصبانی میشه خیلی خطرناک میشه، باید هیچ راهی جز فرار نداره. این فرار کرد شتربانی و به ضرورت خودشو آویزون کرد توی چاه، دستشو گرفت توی چاه و ریسمان محکمی آویزون شد. بعد همینطور که آویزون بود اونجا دست و پا میزد، دید جلوش یک سوراخی از تو یک کندوی عسل، یه مقدارم زنبورا میان و میرن و اینا، یه کمی شیرنی این عسلا رو خورد و یه چند تا هم نیش و نوش اقلا. بعد چشمش رو یه خورده که عادت کرد به تاریکی، پایین نگاه کردید که یه اژدهایی دهنش اینجوری باز کرده منتظره که آقا بیفته. نه مرگ واسده اونجا منتظر ماست که همینجوری آق بیفتیم پایین. بعد حالا فکر کرد بالاخره این ریسمون محکمه، حالا ما فعلا اینجا. بعد نگاه کردید یه موش سیاه و سفید، 2 تا موش، یکی سیاه یکی سفید، شب و روز اینا هم دارن این ریسمونه رو یواشوش میخورن. حالا بالاخره کی تموم بشه؟ امروز فردا پس فردا تموم میشه. این حال زندگی رو در یه تمثیلی مجسم کرده که حال ما اینه. خب اگه حال ما اینه دیگه پس باید خونه جگر بخوری، برای اینکه اینجا که یه نیش و نوشه، بعدش چی میشه؟ بعدش هم میفتی قعر چیز، قعر چاه در دهن اژدها. انبیا برای اینکه دلتون خوش بشه، لیوزهب انکم الحزن اومده که تو حزن یعنی قصه و غم و ناراحتی و اینا نداشته باشه، دلت شاد بشه. نبی خبر مهم آورده، ایها الناس خبر بزرگ نخورده هنوز به گوش ما. اون خبر اگه بخوره به گوش آدم، یک شادی تولید میکنه که همه قصه های عالم از چشش محو میشه.
گفتش که همه غمها جمله غمهای جهان هیچ اثر می نکند در من از بس که به دیدار عزیزت شاد. اگر بگن قرآن به یه تعبیری نام است، اونم خبره در واقع تو نامه که شما، اولا من هستم، من آفریدگار شما هستم، رب العالمینم هستم، ثانیا شما رو هم دعوت کردم، خبرم بهتون دادم که شما از پیش من اومدین، پیش من هم میاد بعدا. فکر مرگم نکنین، مرگی در کار نیست به معنی این که فکر بکنین نیست میشید. همون موقعی که میگه ولتفت ساق و به ساق، یعنی این ساقا رو میچسبونن به هم دیگه، دراز میکنن رو به قبله، همون موقع بعدش چی میشه؟ نمیگه که مثلا تو الالقبر یوم ازن المسا، میگه الی ربک یوم ازن المسا، امروز داری میری پیش پروردگاره، فکر نکن که داری میری تو قبر. بیشتر مردم از قبر میترسنن، تنگی قبر. ما هم الان تو قبریم، وقتی که مرگ اومد خلاص میشیم از این قبر. ما الان تو قبر مرده ایم، جانهای مرده اندر گور تن، چون رهند از تن رهند از صد مهند، در فضای عشق حق رقصان شوند، همچه قرص ماه بی نقصان شوند. یه شبی من خواب دیدم در قعر یه چاهی هستیم، همه خانواده و مردم و افراد گوناگون. اون وقت هر کسی که قراره بمیره میاد زیر چاه. اون زیر چاه یک جای وسیعی رو درست کرده بودن، اما زیر دهانه چاه هر کسی که قرار بود بمیره میومد اون زیر، بعد یواشش از اونجا میرفت بالا، بعد وسطای چاه که میشد یه چرخ میخورد و میرفت بالا و اونجا تبدیل میشد یک جوان نورستهی میشد. من دیدم که یک پیرزنی ناگهان رفت وسط چاه و اون وسط یه چرخی خورد و رفت بیرون. اون طرف یک دختر جوانی یا یک مرد، هر کس میرفت جوان میشد و میومد اون طرف. مرگ اینه، این خبر مهم رو آوردن انبیا، اینه که دل آدم شاد میشه. وگرنه این که این خیالاتی که میترسونن که میگن بله در قبر مثلا میان فشار میارن، فشار قبر فشار اعمال شماست. وقت دادم دروغ گفت و ظلم کرد، یه وقت چشتو باز میکنه دم مرگ. یکی از سخنانی که از زردوش نقل کردن که سخنیست که واقعا میشه با طلا نوشت، البته در فرهنگ اسلامی به نحو اتم و اکمل آمده، ولی حالا من از اون نقل میکنم. ما مرد باید که گیردن در گوش بر نوشته از پند بردی با، که گفته است که هیچ سعادتی بالاتر از این نیست که آدم اون لحظه که داره میمیره و تو رخت خواب دراز کشیده نگاه بکنه به خودش و راضی باشه که من کسی را آزار نکردم، کسی از دست من نرنجیده. نظامی میگه که من وقتی که یک داستانی ظالمی رو نقل میکنه که میگفت چو بر من به سرامت حیات، در نگریدم به همه کائنات، نگاه کردم در دل کس شفقتی از من نبود، نگاه کردم، چون میگن انسان وقتی از این عالم میره همه رو میبینه، احاطه پیدا میکنه به کل کائنات، اون وقت نگاه کردم هیچ کس دلش با من خوب نیست. چه بدبختی بالاتر از این هست که هیچ کس محبت من در دلش نیست. اینه که اگر فشار قبر گفتن و اون ملک که میاد اونجا که نمیاد، ملک اونجا توی سوراخی قبر که میاد، در اون صندوق انسان، والقبر صندوق العمل، قبر صندوق اعمال ماست، یا روزتون من ریاض الجنه میشه یا حفره از حفره های جهنم میشه. گفتن که نصرالدین وصیت کرده بود که منو توی گور قدیمی دفن بکنین، گور قدیمی از گورای مثلا خراب شده اینو گورستونم. گفتن آخه چه خاصیت داره؟ گفت وقتی که اون فرشته ها بیان میگم چند دفعه اینجا میان، پارسال اینجا بودی، من جواب دادم بودی، از ترس این که مبادا بخواد دوباره جواب بده این نگرانی ها تولید کرد، فکر کردن این توی این سوراخه میاد، توی این سوراخه نمیاد. بعدن هم من ربک هم اینجوری نیست که مثلا بیاد بگه من ربک، شما مثلا به زبان عربی مثلا ربی مثلا فرض کنید الله یا اون یکی بگه، اینجوری نیست. میاد تو قیافت نگاه میکنه، میگه بگه اگر که پروردگارت خدا نباشه دلار باشه، میان رو پیشونی درشت نوشته که پروردگار من دلار است،
چرا؟ برای اینکه نگاه میکنه میگن تمام کاراشو به خاطر این انجام داده. پروردگار آدم کسی است که به خاطر او آدم کار میکنه دیگه. میگن تو این کارا رو به خاطر همه رو به خاطر این کردی، به خاطر ما کاری نکردی. اونجوری نیست که مثلا آدم به ما میگفتن که هر وقت عطسه کردی بگو انی آمنتو برب بکن فسمامون. گفتیم چه خاصیتی داره؟ گفتن خاصیتش اینه که وقتی این عادتت میشه، چون روز قیامت آدم وقتی که اول بار که سر بلند میکنه یه عطسه میکنه، عطسه که کردی بلافاصله چون عادت کردی میگه انی آمنتو برب بکن فسمامون، میشنون اینا، بنابراین نجات پیدا میکنه. این سادگی که نیست قضیه، ساده نیست. اون فرشته که میاد اونجا، این ساده لوح که نیست، یه آدم حسابی رو میفرستن اونجا. اون میدونه که ما چی کار کردیم چی کار نکردیم اینا. همچنین بگه بله پروردگار من خداسون، هم میگه بله خیلی خوب بس قبول میکنیم. گفتن میره داماد پرسید بودن که شما پروردگارت کیه؟ گفته بود که استقصتون فوق الاستقصات. آخه میره داماد میگه انقدر کتاباش مشکلی هیچ کس سر در نمیاره. سرات المستقیم میر داماد مسلمان نشنود کافر مبینند. گفتن که من رب خدای تو که گفت استقصتون فوق الاستقصات، یعنی یک جوهری است که ورای همه جوهرهاست. این فرشته بون که ما هم چیزی اون اسمایی که به ما دادن لیست نگاه کردن که مثلا مهیمن رو قبول داریم، مثلا یزدان باشه، هر چیز باشه اینا رو، ولی لیست استقصتون فوق الاستقصات ما نداریم. چه لیست نه با هم نگاه کردن، بالاخره رفتن پیش پروردگار گفتن این بنده ای اومده ما نمیدونیم چیکارش بکنیم. گفت اینو ولش کنین، این ما هم نفهمیدیم چی میگه. اون فرشته که میاد به الفاظ عبارت که کاری نداره، که نگاه میکنه در عمق وجود آدم. این اسما رو که ور میدارم، شما اسمون حسن، اون که قزنفره، یکی نمیدونم عقلمشه، یه اسمی داره هر کسی، اون اسما رو هم ور میدارم. پدر و مادر اینا رو هم ور میدارن، نسبت ها رو همه رو ور میدارن، پسر کی دختر کی اینا رو همه رو ور میدارن. لا انصاب بینکم فیوم ازن ازا نفق فسور فیوم ازن لا انصاب بینکم، هیچ نسبتی هیچ کس با هیچ کس نداره، تمام کائنات نسبتشون مستقلن. لقد جئتمونا فرادا، منفردن میان پیش من هر کسی. اون وقت در اون لحظه اسم میذارن رو آدم، خدا نکنه بگن حیوان بلند شو. ما اسم ما ببینیم، ما آدمی زادیم، چه قیافه ای اونجا درست کردیم؟ چون بدری پوستین یوسفان گرگ برخیزی از این خواب گران. ما یه وقت میگن آقا گرگه، خوکه. بنابراین اون خبر بزرگ رو که آوردن، اگر ما قرآن رو بگیم که چه کتابیست، قرآن یه کتابیست که یه خبر بزرگ توشه. دانی خبر بزرگ عالم چیست؟ مرگ است و خدا و قصه محشر. این خبر مهمه، هر که این خبر رو نشنیده دیگه بقیه خبرها اهمیتی نداره براش. اول اینکه خدایی هست، این عالم طراح داره، حساب داره، کتاب داره، این اول که قبول کردیم. دوم اینکه اون خدای حکیم به بازیچه که خلق نکرده شما رو، این همه حکمت و این کوزگر ده چنین جام لطیف میسازد و باز بر زمین میزند. سوالی بکنین نمیکنم چیکاری. کسی بالاخره یک کمترین حکمت یک کتاب رو نمینویسن برای اینکه بنویسن دور، که کتاب میتونن که بخونن. این همه حکمت که در وجود شما آفریده، فکر داده، اندیشه داده، چشم داده، عقل و هوش داده، و جعلناکم سمیعا بصیرا، یه مقصودی لازم بوده دیگه، برای اینکه خاک بشه که نیافریده که. پس معلوم میشه که ما قراره که ادامه بده، هستی ما ادامه داره. این دوتا چون میشون عمل، سه تا خبر مهم هست. یکی این که خدایی هست، دوم این که قیامتی هست و حساب کتابی هست، و اگر شما رفتاری بکنید این عالم جواب میده به رفتار شما. اگر آدم قیافش زشت باشه جلو آینه واسه که خوشگل نمیشه که، همونی که هست همون نشون میدن. این عالم بازتاب صدای شماست. اگر آدم بانگ همار بکنه خب صدای همار میشنوه. صنایع میگه که بانگ خوش دار چون به کوهایی، کوه را بانگ خرش فرمایی. تو کوه که آدم عرعر نباید بکنه چون بعد صدا رو بشنوی. پس این عالم مثل کوه، این جهان کوه هست و فعل ما ندا، سوی ما آید نداها را صدا. این خیلی مهمه، این
یکی از مهمترین مسائلیست که آدم باید بفهمه. اگه فهمیدی اصلا فقیه میشی. پیغمبر فرمودن یک کسی آمد پیشه عربی آمد پیش پیغمبر اکرم گفت یا رسول الله و من یعمل مثقال ذره خیرا یره. سوال کرد حضرت فرمودن بله. گفت یا رسول الله و من یعمل مثقال ذره شرا یره. فرمودن بله. خوشت را اصحاب گفتن که این عجب آدم بی توفیقیه، میخواستی بشینی بالاخره اینجا از برکات وجود پیغمبر استفاده کنی. حضرت فرمودن این فقیه شد دیگه. به راستی اگر ما اینو بفهمیم فقیه میشیم، دانا میشیم به همه کارهامون. که اگر تو فهمیدی که یه ذره، یه مثقال ذره به اندازه وزن یه ذره به یک خردلی و یک دانه کنجد یه کار بد بکنی میبینی، کار خوبم بکنی میبینی. و من میخوام بیرم کی جرات میکنه، کی اگر این حس بکنه این رو، نه اینکه فقط بخونه و من یه عمل مثقال ذرتین خیرن یره و من یه عمل مثقال ذرتین شرن یره، میبنده و ثواب میبره. قرائت قرآن که نمیخوام بکنن که، گفتن در این تدبر بکنی، تعمق بکنی. همین یه دونه آیه من فکر میکنم که مشکلات جامعه امروز ما و بشریت رو میتونه حل بکنه. که ما اینو بفهمیم، قبول کنیم که حساب کتابی هست و نمیشه که وقتا دلیل علمیشو من براتون بگم. دلیل علمیش که اینطوریه، اینه که بدیهیه که علت وقتی یه معلولی میآفرینه، معلول از جنس خود علت دیگه. وقتی از یه کوزه یه چیزی تراوش میکنه، تو اون کوزه اگه سرکه باشه سرکه است، اگر عسل باشه عسله. یه چیزی از کوزه همون برون تراوش که درست. علت نمیشه که خوب باشه معلولش بد باشه. که اگر شما یه دروغی گفتین میشه مثلا بعدن یه خوبی هایی به شما برسه. خوبی که بده دیگه، از خوبی از دروغ چه چیزی به شما میرسه؟ اصل بد با تو چون شود معتی. تو نخواندی که اصل لا یختی؟ علما میگن که الاصل لا یختی، اصل خطا نمیکنه. تو که این خوندی که الاصل لا یختی، بنابراین دروغ که بده دیگه مسلمه. خب اگه از دروغ یه پولی به دستت اومد، اون پول خوب میشه؟ حتما خوب نمیشه دیگه، کار چیز بد میشه، غم میشه، غصه میشه، عذاب میشه، چیز خوبی دستت نمیاد که. این بدیهیه. ای آدمی که راست میگه با آدمی که دروغ میگه، هل یستوون اینا مساوی میشن با هم دیگه؟ هل یستوون اعما و البصیر، کور و بینا با هم مساوی هن؟ راست و دروغ با هم مساویه؟ خیر و شر با هم مساویه؟ یا آدم بد اونوق کچخلق با یه آدم خوشخلق اینا یه جوره باشون رفتار میکنه روزگار؟ نمیکنه دیگه. این بدیهیه که اگر شما خلقت خوش شد متناسب با همون باید رفتار میکنه. برابر این دو تا سوم، یکی ایمان به خدا، ایمان به روز جزا، مالک یوم الدین که دیشب صحبت میکردیم، سوم عمل صالح که در قرآن وعده داده شده که و من که الذین ان الذین آمنوا والذین هادوا والنصارى والصابئین، یعنی این فرقه های گوناگون و ادیان گوناگونی که هستن، من اینا هر کس از این افراد که من آمن بالله، هر کس ایمان بیاره به خدا و یوم الاخر و روز قیامت و عمل صالحا هم کار خوب بکنه بر اساس همون مذهبی که داره، کار خوب همه میدونن که چیه. کار خوب اولا در مذهب فرق نمیکنه. مثلا میگن توی یه مذهب دروغگویی خوبه، در یه مذهب بده، در یه مذهب دزدی خوبه، در یه مذهب اینجوری نیست. یه چیزای جزئی هست که مذاهب با هم فرق میکنه. مثلا نماز تو همه مذاهب هست. چرا هست؟ برای اینکه بالاخره ما به پروردگارم نباید صحبتی بکنیم، در شبان روز یک گفتگویی بکنیم، یه نیایشی بکنیم، یه خبری بگیریم، یه خبری بدیم، یه گزارشی بدیم. خب حالا ما مثلا به صورت نماز میخونیم، اون مثلا میره تو کلیسا به یه صورت دیگه میخونه. حالا البته ما یه کسی میگفت آقا شما چرا این صورت رو عمل میکنی؟ صورت های دیگه هم هست، شما چرا صورت های دیگر رو عمل نمیکنی؟ ما میتونیم اون صورت ها رو عمل بکنیم. گفتم که بخاطر که این از همه صورت های دیگه بهتره. اگه تو اون یه صورتی بهتر از نماز آوردی که اولا این همه اطوار داره نماز، حالا اون چیزی با مثل اینجوری یه چند دقیقه زانو میزنه، یه حرکت بیشتر نیست. اون که چیز تو کلیسا میره میشینه اونجا، حرکات متنوع و از کار خاصی نیست، یه مثلا یه تیکه از زبور داوود میخونه. اما ما میستیم، خیلی این شکوه داره،
این از اونای دیگه قشنگتر. ایشا هم صحبت کنم شکوه نماز که اولا صبح آدم با الله اکبر میگه و یه دست رو تکون میده، اولا تناسب حرکات با اذکار میشه هارمونی. هارمونی هم یعنی موسیقی، یعنی هنر، یعنی هنر. یه قطعه موسیقی، یه قطعه یه اثر هنری نماز. چرا؟ برای اینکه میگی الله اکبر یعنی من پشت سر انداختم تمام کائنات رو، چهار تکبیر زدم یک سره بر هر چه که هست. بعد شروع میکنی صحبت کردن. اول غایب پروردگاره، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، غایبه. یه مرتبه حاضر میشی، یاک نعبد. از مقام غیبت میری به مقام حضور. اجازه میدن بهت که حضوراً خطاب بکنی به حضرت اهدیت که یاک نعبد. حاضر این صنعت التفات بهش میگن. صنعت التفات در ادبیات اینه که از غیبت برن به حضور، از حضور برن از یه مرتبه‌ای برن به یه مرتبه دیگری. مثلا میگه گردونی و آخرت بیارند، یعنی آنها که این هر دو بگیر و دوست بگذار، بگیر میشه حضور. ما یوسف خود نمی فروشیم، میشه اول شخص، تو سیم سپید خود نگه دار. این صنعتش میگن التفات، که هی آدم التفات بکنه از یک شخص به شخص دیگه، از اول شخص به دوم شخص و سوم شخص. حالا اینجایی که از معجزات صنعت التفات همینه که ناگهان میگه یاک نعبد و یاک نستعین، که مولانا میگه ما در نماز سجده به دیدار میبریم، بیچاران که سجده به دیوار میبرن. سجده به دیدار باید بود، یاک نعبد و این دیوار میبینه به چی داری میگی؟ بایستی که به یه مقام آدم برسه. اگه مدت ها نماز خوندی دیدی نمیبینی، برو به یه نفر بگو پس چی شد؟ ما نمیبینیم، همطور بی خودی میگیم یاک نعبد به دیوار. بعد اون که حضرت مولای ما فرمود که من عبادت نمی کنم پروردگاری رو که نمی بینم، لم اعبد ربن لم اره، این یعنی چی؟ پس ما بالاخره چه شیعه هستیم ما که ما هیچ نمی بینیم؟ برای که ما تلاشی نمی کنیم، ما این نمازه رو بر حسب عادت می خونیم و روش فکر نمی کنیم که یواش یواش معراج بشه. چون معراج یعنی نردبان دیگه، معراج یعنی پله پله پله. نماز فردا باید بهتر از نماز امروز باشه، نماز پس فردا بهتر باشه، تا مثلا بعد از 5 سال دیگه من حالا رسیدم به قله اورستم، بالاخره 2 سال آدم باید طول بکشه، یواش یواش باید بره دیگه، یه وقتی باید برسه. پس اگه نمیرسه معلومه که نمیره، اصلا حرکتی نمیکنه، همون رو پله اول واسه. عبادت میکنی بگذر ز عادت، نگردد جمع با عادت عبادت. وقتی که اعتیادی شد اصلا فکر نمیکنه آدم، فکر نمی کنم مثلا داره نماز میکنم که غیر المغضوب علیهم، یعنی بذار بره مثلا من فلان، مثلا تو ذهنش چیزایی بر حسب عادت میگه و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. همه فکری هم تو ذهنش میاد از غیر از یه کسی میگه آقا چیکار بکنیم؟ ما هر کاری میکنیم یه فکری دیگه میاد سرمون. گفتم به خاطر اینکه 23 ساعت ما نیم ساعت نماز میخونیم، 23 ساعت نیم دیگه شو یه فکری دیگه میکنیم. اون وقت نمیشه که آدم 23 ساعت یه فکرهای دیگه کرده باشه، بعد یه مرتبه همه رو متمرکز کن رو خدا. باید دائما یاد او باشی، وقت سر نماز هم یاد او هست. اگر آدم دائما در مسیر زندگیش یاد خدا باشه و این معنی بسم الله و معنی یاک نعبد اینا رو یاد داشته باشه، وقت اونجا هم چیز دیگه نمیاد تو ذهنش. هر که مثلا ازش بپرسن آقا شما پول داری یه خود به ما قرض بدی، فوراً یاد خداست، فکر میکنه خداوند به من داده پس منم میدم به این. این یادشه، پس همش یاد خدا هست. این در روز اگه آدم دائما یاد خدا باشه، اون وقت سر نمازم گفت الله اکبر یاد خدا میاد. اگر دائما یاد چیزای دیگه باشه و هیچ یاد خدا نباشه، خب طبیعیه که وقت نمازم میسته یاد خدا نمیکنه. پس یه کسی که به من میگفت که چرا شما این انتخاب کردید، گفتم برای اینکه این از همش قشنگتره. بعد آدم به رکوع میره، ایستاده اطوار گوناگون وجود ما ایستادن، نشستن، برخاستن، باز دو مرتبه سجده کردن، ریتم داره، تکرار داره، فرد داره، زوج داره، اینقدر ترکیبات هنری قشنگی درش هست که آدم حظ میکنه. و همش هم وقتی که به عظیم فکر میکنی میگه سبحان ربی العظیم، عظیم خود به خود تعظیم میاره دیگه، پس اون موقع باید بگی سبحان ربی العظیم رو به هم تناسب داره. تناسبات که ایجاد شد میشه اثر هنری. الان مشکلات شهرهایی که ما داریم، من پیدا نکردم آقای شهردار اینجا رو که هم تشکر بکنم هم یه توصیه هایی بکنم، که شنیدم دارن لااقل فکر میکنن که
ساختمان ها رو یه سر سامانی بهش بدن، یک مصالح خاصی رو ازش استفاده بکنن که شهر به تدریج صورتی پیدا کنه، بافت پیدا کنه، هر کسی بر خودش چیزی درست نکنه بذاره جلو چشم مردم. شما نمیدونی زشتی چه برای سر آدم میاره. همین دیوار زشت که میکشن آدم میاد خونه سر زنش فریاد میکنه. شما نمیدونی تأثیر میذاره که ما آدم وقتی زشتی میبینه زیاد در اطرافش، حرکات ناموزون میبینه، بعد خلقش تنگ میشه، میاد به یه جایی تلافی میکنه. آدم باید تو باغ و گلستان باشه، شهرم باید قشنگ باشه، زیبا باشه. این نماز یه اثری است که آدم هضم میکنه. نگاه بذارین جلوتون ازش معماری بکنید، یاد بگیرید. قرآن بذارین جلوتون ازش معماری یاد بگیرید. وقیل یا ارض ابلعی ماءک و یا سماء اقلعی و غیظ الماء و قضی الامر و استوت علی الجودی و غیل بعدن لظالمین. این شکوه و هیمنه و تناسبات و صدا و اصوات اینا انقدر زیباست که میتونه آدم ازش استفاده بکنه، استفاده هنری ازش بکنه، میتونه منبع الهام باشه برای هزاران چی اثر هنری. قرآن مظهر زیباییه، موزه تناسبات و زیباییه. اون وقت نمازم به این زیبایی. گفتم من اینو ول کنم، یه فورت فرمی دید شما یه فرمی صورتی بهتر از این بیاریم، من اونو رها کنم، اونو بذارم جاش. واقعا این بهترین فرمه. بنابراین ادیان با هم در اصول و کلیات یکی هستن، در عبادات بالاخره نوع انواع عبادات دارن، اخلاقیاتشون هم یکیه، فقط یه سری سنت هاست و شیوه های عبادی هست که با هم فرق میکنه. اونا البته اونی که اتم و اکمله، الحمدلله ما این توفیق رو پیدا کردیم بدون اینکه کوششی بکنیم، الحمدلله در یه جایی واقع شدیم که اونی که بهتر بوده به ما دادن، با قدرش رو بدونیم. اما سوم که مسئله عمل صالح هست، ایمان به خدا اگر درست شد و ایمان به قیامت اگر درست شد، عمل صالح خود به خود درست میشه. البته تلاش باید کرد. من میخوام یه مختصر تلاش چه امشب براتون بگم که بیایید هممون، من خودم هم مستمعم، منم مثل شما هزار گرفتاری دارم و دلم میخواد که خوبتر بشم و راهش هم به نظر من اینه که ما 40 روز فطرت خودمون رو، فطرت الهی خودمون رو بذاریم جلومون و شب به شب همون محاسبه که در حدیث هست که حاسبو قبل ان تحاسبو، قبل از اینکه حسابتون برسن شما خودتون حسابتون برسین. شب که شد آدم اعمال روزش رو نگاه بکنه و بذاره جلوش، بینی و بین الله بگه که آقا این کارت خوب نبوده، این دیگه نباید بکنی، ولی اون کارت خوب بوده، فیلمتو بگیر بذار جلوت، ببین میتونی میخوای پخشش بکنن اینجا الان جلوی همه که من امروز به خانومم چیا گفتم، با بچم چجوری حرف زدم، با اون مشتری چیکار کردم. اینو فیلمش حاضری بذاری یا بازه نیستی؟ اگه حاضر نیستی بس بدون خوب نیست دیگه، اینو درستش کن. اینقدر تلاش کن، حالا 40 هم که میگیم نه 40 روز، 400 روز این کارو بکن. اینقدر ادامه بده اینو تا موقعی که بگی من حاضرم که کارهام رو بیارن نشون بدن، من اینجوری صحبت کردم، معامله با این آقا اینجوری کردم، با مادرم اینجوری حرف زدم، با پدرم اینجوری حرف زدم، این کارا رو کردم، این شغلم این بوده، این کارا رو کردم. هر وقت آدم ها این میگن تقوا، تقوا گفتن یه تعریفش اینه که اعمال تو بذار رو سرت، تمام اعمال تو بذار رو سرت، بری تو بازار یه دوری بزنی بیه و شرمنده نباشی که بگن آقا بله جناب عالی این کارا رو کردین. مگه آدم خیلی چیز نداشته باشه، اصلا بیخبر باشه که کاراش چقدر بده؟ وگر نه آدم با فطرتی که مراجعه کنه روش نمیشه. بیایم کاری بکنیم، حالا از آغاز جوانی و نوجوانی هم میشه این کار که در هر سنی میشه این کار کرد. خوشبختانه خداوند این امکان به ما داده که هر روز خودمون اصلاح کنیم. من گفتم این بچه ها که میرن مدرسه یه دیکته بهشون میگن، اگر بخوان تجدید بکنن یه دفعه دیگه هم امتحان میکنن ازشون، دو دفعه سه دفعه امتحان میکنن، بیشتر که امتحان نمیکنن. اما خداوند هر روز گفته من یه دیکته بهت میدم، اینو درستش کن.
از هر کی هم خواستی بپرسی بپرس، آزاده. کتاب میخوای بگردی، فقط این 20 تا غلط داره، 20 تا غلط هم 20 عیبی است که در من هست، اینا رو بپرس از این از اون از اون، اینو درستش کن. اگه درست کردی من دیگه اون نمره آخریه رو بهت میدم، اگر 19 شدی 19 بهت میدم، اون یه دونه بعدش هم اگه درست کردی 20 بهت میدم. قبلی‌ها رو مثلا حساب نمی‌کنم که 40 تا غلط داشتی، حساب نمی‌کنم. بهتر از این میشه دیگه؟ هیچ رحمتی بالاتر از این هست؟ مغفرتی بالاتر از این هست که این امکانم به ما دادن که تو میتونی خودتو اصلاح بکنی با محاسبه نفس. اون وقت بعد از این که انسان یه 40 روز حداقل با خودش به قضاوت نشست و اعمال خودشو درست کرد، بعد از 40 روز تازه قابلیت پیدا میکنه که برخورد کنه با یه پیر طریقتی، به یه مرشدی، به یه صاحب دلی، به یه صاحب نفسی ما برخورد میکنه. بعد به اون میگه که بابا ما تا اینجا اومدیم، خودمون اصلاح کردیم، حالا بعد از اینش من نمیدونم واقعا این کارهای من درست هست نیست. اون ممکنه یه درصدش مونده باشه، اون بگه که نه اینجا رو هنوزم خوب نکردی، این کار رو بهتر انجام بده. بنابراین ما یکی فطرتمون رو بذاریم جلو، یکی هم دو تا چیز هست، یکی فطرتی که در درون ماست، پیغمبر درونی رو بذاریم جلومون، خودمون با اون اصلاح کنیم، یکی هم پیغمبر بیرون. پیغمبر بیرون هم همون پیغمبر درونیه که اومده بیرون، اون اومده بیرون برای که همه ببیننش که من فطرت شما هستم. رسول فطرت همه ماست، یعنی ندای درونی همه ماست. اون اومده به هم جهت هم گفته که من اولا فطرت الله التی فطر الناس علیها، این فطرت شما همون فطرت الهیه. یعنی چی فطرت الهی؟ یعنی هر چی که تو خوشت میاد خدا هم از همون خوشش میاد، هر چی که تو بدت میاد خدا هم خوشش نمیاد. بنابراین این خیلی روشنه. پس ما دو تا آینه گذاشتن جلومون. آدم اگه دو تا آینه داشته باشه، وسایل آرایش هم گفته باشن، ما هزار تا عیب داشته باشه صورتش، قبول نمی‌کنن دیگه ازش. یکی آینه، یک آینه روی تو و یک آینه عالم. در پیش رخ یار دریغا بشری نیست. شما آینه رو بذارین جلوتون، آینه فطرتتون، خودتون. بعدم از بیرونم مدد بگیرین از انبیا، بعد از اولیا، بعد از شاعران آسمانی. گفتم که شما بیاید و قرآن رو عملیش بکنید، یه قرآنی که واقعا اگه میخواین ثواب ببرین، ثواب حقیقی ببرین، بیاین قرآن رو هر روز وارد زندگیتون بکنین، یه بخش کوچیکشو بگین امروز این، فردا اون، خورد خورد با قرآن انس بگیرین. بعد در کنار این قرآن میبینی ادبیات هم هست، تفسیر هم این، مثلا اوفو به عهدی اوفو به عهدکم شعرش مال حافظم هست. اون یکی مثلا میگه و قولو للناس حسنا، از مردم خوبیاشون بگین. سعدی میگه کسی را که صحبت رود در میان به نیکوترین نعت و وصفش بخوان. ولا یقتب بعضکم بعضا، سعدی باز اشاره میکنه، یعنی شما اگر با سخن سعدی، مولانا، حافظم آشنا بشین، اونها به زبان دیگری باز همینها رو به شما میگن. اونها هم آینه فطرتن. یعنی از چرا از سعدی مردم خوشیم؟ برای اینکه میگه این راست میگه، این همون فطرت منه، لذت میبرم، میفهمم که راست داره میگه. بنابراین ما هم خودمونو داریم که بذاریم جلومون، هم انبیا رو که کتب آسمانی رو که واقعا اتم و اشرف و اکملش بدون تعصب. چون من شما هم که نخونده باشین، من کتاب گیتا رو خوندم، کتاب کنفسیوس رو خوندم، چیزای ودایی رو خوندم، مهابهارات رو خوندم، اوپانیشاد رو خوندم، هر چی کتاب مقدس بوده، sacred scripture یعنی کتاب مقدسه بوده، اینا رو مطالعه کردم، بایبل رو خوندم، تورات و زبور رو، هر چقدر که زبورم کتاب خیلی با ارزشی که مولانا میگه نگر به دانش داوود و کوتاهی زبور، ببین داوود چه علمی داشته، اون وقت زبورش چند صفحه بیشتر نیست، چون زبور کتاب کوچکیه اگه بخونید، ولی اینقدر زیباست. این نیایش هاییست بین خود انسان و پروردگار، اونا رو بیاد بگیرید. چون ما کتب آسمانی پیشین هم جزء کتب آسمانی ما هست، چون ما به همه ایمان داریم. اونا هنوز چیز مسلمان نشدن، ما که مسیحی شدیم. یه کسی میگه من یواش یواش دارم مسیحی میشم، گفتم مسیحی هستی، یه کار کن مسلمان بشی. مراتب مسلمانی مراتبی داره، یه مرتبهش مرتبه مسیحیته. مسیح هم مسلمان بوده. یک پروفسور انگلیسی در گلاسکو موضوع صحبتش میدونی چی بود؟
مسلمان بودن مسیح، اندر مسلمانی مسیح، چون مسلمانی درجات داره، گفتش که مسیح هم یه درجه ای از مسلمانی، منتها درجه اتم و اکملش حضرت ختم مرتبت، اون اتم مسلمانی. وگرنه انبیاء پیشین هم همشون گفتن و انا اول المسلمین، حضرت ابراهیم هم مسلمان بود، اسلم تو لرب العالمین، موسی هم گفتش که من مسلمم، یعنی اونا همه اسم حتی مسلم رو بر خودشون به کار برده در قرآن. بنابراین ما میتونیم کتب آسمانی دیگر هم بخونیم. شما شروع کنید به نوجوانان، من میگم به جوانان، به میانسالان، به کهنسالان، همه میتونن این کار بکنن که ما بیایم خودمون رو با این آینه های درخشانی که داریم، هم فطرت ماست، هیچ وقت تیره نمیشه، فطرت ما دروغ نمیگه به ما، فکر نکنید که فطرت ضایع میشه، میفهمه آدم که دروغ گفته و کار بد کرده، میفهمه. بنابراین با فطرتمون به اضافه مدد بگیریم برای فطرتمون، اونا هم خداوند به مدد فرستاده، انبیا و سخنان آسمانی، بعدم سخن اولیا که واقعا اونا هم در جواهرات ائمه معصومی، از هر کدوم ما مثلا میگن روزه میریم، ما چه روزه میریم؟ که روزه میریم؟ ما میریم اونجا یک عزاداری میکنیم برای کسی که در بلندترین نقطه بهش اونجا مکانشه، ما برای اون داریم عزاداری میکنیم. روزه یعنی چی اصلا لغتش؟ یعنی باغ. به نظر من روزه رفتن در باغ یه قدیسه، یعنی اگر حضرت رضا رو ما بتونیم تو باغ او بریم، روزه یعنی یه باغ، من یه باغم، اون قدیس یه باغ، ما روزه رو تبدیل کنیم به قدیس شناسی، ما ببینیم این کی بوده و چه مقام و مرتبتی داشته، ما چیکار بکنیم که بریم تو باغ. شما تو باغ که نیستیم، ما تو بیابونیم، گرگ و چیز با هم حمله کردن، هزار نگرانی و ناراحتی هم داریم، کلا ما از اللهم مشوفی و اذا از مقام، ما نر روشنایی هستیم، ما وسط بیابون گیر کردیم. ما رو ببرن تو باغ یک قدیس، هر قدیسی یه باغیه و از برکات اون باغ ما بریم برخوردار بشیم انشالله. بنابراین هم از سخنان اونها و هم برای اونا که عربی نمیدونن و دسترسی ندارن به این که به منابع اصلی مراجعه کنن، اولا ترجمه های اینها هست، ثانیا ادبیات، ادبیات از همین فردوسی بزرگوار که گفت تو را دین و دانش رهاند نخست، یعنی اگر میخوای خلاص بشی دین به اضافه دانش، یعنی دینی که توأم با دانش باشه، نه توأم با تعصبات و با جهل و اینها باشه. به گفتار پیغمبرت راه جوی، دل از تیرگی ها بدین آب شوی، چو هفتاد کشتی در او ساخته، گفت من دیدم دریا متلاطمه و همه کشتی های گوناگون هم هست، ولی در اون وسط یک کشتی بود از همه خیلی بهتر بود، میانه یکی خوب کشتی عروس، برا راسته چمچه چشم خروس، پیامبر بدو اندرون با علی، همه اهل بیت نبی و وسیع. دیدم که یک کشتی هست که پیغمبر اونجاست. مولانا هم اینو در گزارش که در معراج رفته بوده میگه که بر لب دریای اعظم کشتی دیدم در او، احمد مرسل به حال و حیدر کرار مست، دست من بگرفت حیدر اندران کشتی نشان، و دست منو گرفتن گذاشتن تو اون کشتی که سفینت و نجاته. یکی خوب کشتی عروس، براراسته همچو چشم خروس، پیامبر به دو اندرون با علی، همه اهل بیت نبی و وسی، اگر خلد خواهی به دیگر سرای، به نزد نبی و وسی گیر جای. سعدی هم که امشب خوندیم گفتش که مپندار سعدی که راه وفا، توان رفت جز در پی مصطفی، الهی به حق بنی فاطمه، که بر قول ایمان کنم خاتمه، اگر دعوتم رد کنی یا قبول، من و دست و دامان آل رسول. حتی اونا که ظاهرا سنی اهل سنت بودن، برادران سنی ما، فکر نکنین که اونا مخالفه با اونا، هم سرسپرده هر کدومشون اهل فکر و معرفت بودن، سرسپرده آستان ولایت بودن و از سرچشمه ولایت برخوردار شدن. اگر هرچی از سخنان بلند گفتن میبینیم که از اونجا سرچشمه گرفته. انشاءالله که این توفیق پیدا کنیم ما که با این فطرت الهی که داریم، سرمایه‌مونه، با اون مددی هم که از بیرون فرستادن، خودمون رو بسازیم خوب و خوش و خرم،
با اخلاق خوب، با رفتارهای خوب، آنچنان که خودتون رو بپسندین. به این که گفتن که تو حاضری خواستگاری خودت بری، از کن دختر بودی، آدم یه نگاهی میکنی والا نه، من اگر اصلا بودم من حاضر نبودم خواستگاری خودم برم. آخه تو کی هستی من بیام خواستگاری؟ ما آیا حاضریم واقعا خواستگاری خود ما؟ حالا فرض کن یه حوری پری میخواد بیاد دنبال شما، شما خودت ببین که اگه حوری پری بودی پیش تو این میومدی پیش این آدم؟ اگه نمیومدی بس برو خودتو درست کن. الحمدلله این چشم ابرو که اینا رو میگیرن از ما، یه چشم ابرو دیگه است که اونو میتونی درستش کنی، میتونی با بزرگترش کنی، کوچیکترش بکنی، شیرین صحبت کنی. این لب و دهن نمیتونی کارش بکنی، اونو به یکی قشنگتر میدن، به یکی معمولی میدن. اون دست ما نیست، یکی ابروی کمونی میگیره، یکی ابروی شمشیری میگیره، یکی قیتونی میگیره، اونا دست ما نیست. ولی اینی که ما خودمون میتونیم درستش بکنیم، که من اخلاقم که میتونم درست کنم، میتونم حرف شیرین بزنم، میتونم خلقم خوش باشه، میتونم کار خوب بکنم، میتونم حرف خوب بزنم، این کارا رو که بکنی زیبا میشی. وقت در اون عالم سیرت زیبا تبدیل میشه به چی؟ به صورت زیبا. یعنی سیرت های ما رو در اونجا تبدیل میکنن، بینش ما رو تبدیل میکنن به چشم. میپرسه که من چه خدای لمش حشرتنی اعما؟ خدای بعضیا میگن خدای چرا ما رو کور مشهور کردی؟ میگن ما کور مشهور نکردیم، تو کور بودی، همونجا هم که بودی کور بودی. خیال میکنه اینجا چشمشو گرفتن، اون چشمی که باید پیدا میکردی پیدا نکردی، برابر این کوری الان. پس ما اینا که میتونیم چشممون درست بکنیم، ابرومون درست کنیم، گوشمون درست کنیم، نگاهمون قشنگ بکنیم، فکرمون زن بد نبریم، هرچود که مزاحمت برای انسانها ایجاد نکنیم و وجودمون خیر و برکت بشه بر دیگران. مگه شما دلتون نمیخواد که دیگران خیرشون به شما برسه؟ مخوام ما هم خیرون به دیگران برسه. انشاءالله توفیق پیدا کنیم. و صلی الله علی محمد و آل طاهرین.